مادر زهرا چو دل را بر نبی تقدیم کرد، جان نثاری بهر احمد را به خود تسمیم کرد. با نثار جان و مالش نزد زهرا دخترش، یاری همسر نمودن را چنین ترسیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم حضور تک تک شما بینندگان عالی قدر برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. خوش آمدین. امروز هم به برنامه عرض تسلیت دارم به مناسبت وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر و همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگ بانوی درد و رنج و صبر. امروز در خدمت شما هستیم با موضوع سلامت روان و بهداشت روان در روزداری، همراه با کارشناس محترم برنامه خانم رقیه حسینی. سلام خانم رقیه حسینی، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا خدیجه الکبرا، السلام علیک یا ام المؤمنین. من هم خدمت شما سلام عرض می کنم و خدمت بینندگان، اولیا، مربیان، کسانی که با کودکان سر و کار دارن. و این سال روز جانسوز رحلت حضرت خدیجه کبرا را به همه تسلیت عرض می کنم. امیدوار هستم که از این الگوی نمونه ما همیشه در تمام زندگی خود بهره بگیریم، چرا که ایشان یک سرمشق و الگوی نمونه برای تمام مردان و زنان در همه اعصار می باشد. دقیقا. بله، ممنون از شما. مجددا شما رو خوش آمد میگم به برنامه. و با توجه به اینکه در سال روز وفات بزرگبانوی اسلام قرار داریم، اگر که پیرامون شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برای ما یک صحبت کوتاه داشته باشه ممنون میشم. حضرت خدیجه کبرا سلام الله چنان شخصیت بی‌نظیر و برجسته است که من احساس میکنم اگر زبان، قلمها و کتابها از توصیف ایشان شاید قاصر باشه. و در مورد ای که ما میخواستیم موضوع امروز بهداشت روانه، وقتی زندگی نامه این بزرگوار را آدم مطالعه میکنه و از گذشته به ما برسه رسیده، میبینیم ایشان یک شخصیت بی‌نظیر از لحاظ بهداشت روانی است. یک انسان سالم. وقتی ما در تعریف بهداشت روان میگیم که به کسی که دارای بهداشت روان است، یعنی سلامت جسم، سلامت روح و روان، کسی که سازگاری با محیط داره، کسی که تسلط داره، کسی که مهارت‌های زندگی رو بلده و میتونه شیوه یک زندگی مفید در جامعه داشته باشه. و تمام این شخصیت‌ها و این ویژگی ها در شخصیت بی‌نظیر حضرت خدیجه کبراست. ایشان نماد پاکدامنی، عفت، که حتی قبل از ای که لقب حضرت خدیجه کبرا بر ایشان باشه، ایشان لقب طاهره و مبارکه داشتن. بله. ایشان کسی بود که تا از لحاظ شخصیتی که امروز بخوای روانشناسان بررسی بکنه، ایشان دارای آیکیو و هوش بسیار بالایی بودن. ایشان شمع اقتصادی داشتن، بهترین و بزرگترین تاجر و بازرگان بودن، بهترین مدیر و مدبر بودن در رهبری کردن. بله. و چقدر کارگزاران زیاد زیر دست ایشان کار میکردن. در صداقت، راستگویی، پاکدامنی، عفیف بودن ایشان زبان زد بوده، دارای یک شخصیت بی نظیر که امین بودن و ای که حتی حالت روحی و معنوی بسیار بالایی داشتن. ایشان تنها کسی بود که به شخصیت بی‌نظیر پیامبر پی بردن. بله. ای یک حس است که من میگم گاهی ما یک حس درونی و باطنی داریم که شاید هر کسی این حس ای تو وجودش نباشه، اما حضرت خدیجه کبرا داشتن. او حس مدیریتی، او کارگزارانی رو که زیر دست ایشان کار میکردن، حتی گزارش هایی که برای ایشان میفرستادن، همه اینها نمادی است که ای بانو دارای ویژگی های بی نظیر بوده که هر کسی شاید قادر نباشد. که حتی کسانی رو میگماشتن که کارگران ایشان، کسانی که زیر دست ایشان فعالیت میکردن، برایشون گزارش روزانه و ماهیانه بدن و بگن رفتار و کنش کارمندان ایشان چه رقم است. که به شخصیت حضرت پیامبر ایشان پی بردن.
بله. کسی را که گمارده بودن از شخصیت و ویژگی های افراد برشون بگن، گفتن در مورد محمد چی چیزی در شما بسیار بارز بود که گزارش دادن که ایشان راستگوست، صادق است، ایشان یک ویژگی های خاصی دارد. حتی روایت شده که مثلا نقل کردن که آره در هوای بسیار گرم تابستان عربستان ابر خود به خود روی سر محمد می رفت. پس فهمیدن که این محمد یک ویژگی خاصی دارن. بله. پس ما می فهمیم که حضرت خدیجه نماد یک انسان کامل است. حتی جنسیت را شاید ما نتانیم مطرح بکنیم، چرا که ایشان برای تمام مردان و زنان الگوست. بله. یک تنه کار میکردن، مدیریت میکردن، سرپرستی میکردن و چه کسانی زیر دست ایشان روزی میخوردن. پس ما به پاس زحمات ایشان برای اسلام، ما میگیم هرچی اگر از اسلام هست، ایثارگری، فداکاری و ثروت فراوان ایشان بود که همه را خالصانه در راه پیشرفت اسلام هزینه کردن. سه سال در شیب ابی طالب ایشان رسیدگی داشتن. بله. و سختی ها را تحمل کردن، یک بانوی ثروتمند، ولی در شرایط حاد تانستن او شرایط سخت شیب ابی طالب را بپذیره و حل بکنه. بله. این میشه دارای یک شخصیت برجسته. و اولین زن مسلمان، اولین نمازگزار زن، یا میگیم انسان که در او عصر ایمان آورده و هر آنچه را که داشته با عشق تقدیم کرده به پیامبر، و مادر 12 امام. بله. چرا که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم سرپرستی ایشان و پیامبر بزرگ اسلام بر عهده گرفتن، نقش مادر را حضرت خدیجه بر ایشان داشتن. بله. پس ایشان یک برتری بسیار ویژگی داره. یکی چهار تا قابل هنگام تولد حضرت زهرا بر ایشان آمدن پرستاری ایشان کردن، در صورتی که ایشان شاید قبیلش سر حسادت یا خصومت و دشمنی با ایشان قطع رابطه کردن، اما خداوند ثابت کرد که ایشان برجسته و نمونه است و من همیشه حامی ایشان هستم و تنها زنی است که رهبر زنان دنیا و آخرت است. امیدوار هستم که ما پیروان واقعی ایشان باشیم، از شخصیت، رفتار و کردار شمش الگو و سرمقش بگیریم و بتانیم قدم مثبت برای زندگی خود برداریم. بله. برای اسلام برداریم، برای خانواده برداریم، برای اولادای خود. اگر دنبال یک مادر نمونه بگردیم، دنبال یک همسر نمونه بگردیم، دنبال یک حامی بگردیم در جامعه، بهترین الگو حضرت خدیجه کبراست که میتونیم از سرمشق ایشان در زندگی خود بهره ببریم. انشاءالله. سپاسگزاریم از شما خانم حسینی بزرگوار. اما دوستان، گفتیم که موضوع امروز برنامه ما بهداشت و سلامت روان در روزداری است، در ماه مبارک رمضان قرار داریم، و چه خوب است که با موضوعات مختلفی که راجع به روزداری است و ای که چه فوایدی بر روح و جسم ما داره روزداری، با او هم توجه زیاد داشته باشیم. سازمان بهداشت جهانی سلامت را اینطور تعریف کرده که داشتن حالت رفاه و آسایش از نظر روحی، جسمی و اجتماعی. و همینطور در دین مبین اسلام هم ما روزداری را به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم که تاکید داره سر سلامت جسم و روان، روی او بحث میکنیم و داریم در اسلام. میخوایم که خانم حسینی بیشتر راجع به این موضوع با ما صحبت کنید که سلامت روان چی است؟ سلامت روان همونطور که شما فرمودید بر اساس بهداشت جهانی که تعریف خاصی برایشان کرده، گفته بهداشت روان یعنی افراد دارای بهداشت روان است که در سلامت کامل جسمی، روحی و روانی و اجتماعی و روابط مؤثر در جامعه و زندگی شخصی و فردی خودش باشد. پس کسی که دارای این ویژگی هاست دارای بهداشت روانه. اما بهداشت روان چه قسم به دست میاد؟ آیا همه انسان ها دارای این ویژگی منحصر به فرد می باشه؟ میگیم نه. خب ما خیلی از بزهکاری ها جا
جرم و جنایت در جامعه داریم که اینها حاکی از نداشتن بهداشت روان و سلامت روانه. و یکی از باورهای مذهبی که بسیار مثبت و مهم است روزداری است. یک فریضه الهی است، یک فریضه شرعی است، چرا که روزه خودش دارای یک سری ویژگی های خاصی است که انسان از یک عمل باز می‌داره. مثل از دروغگویی، تهمت زدن، افترا، جرم و جنایت. پس اگر من که میخوام بهداشت روان داشته باشم، خود جسم من او سلامتی رو داره که ما میتونم این فریضه رو از لحاظ جسمی انجام بدم. خب بهداشت روان من میتونم در طول ماه رمضان به دست بیارم. بله. به خاطر یک سری اعمالی که در این ماه ما انجام میدیم. مهمترین عملی که در ماه مبارک رمضان از لحاظ شخصیتی ما به دست میارم حفظ عزت نفسه. بله درست است. عزت نفس. اگر که لطف کنید ببخشید خانم حسینی که صحبت شما رو قطع کردیم، یک میان برنامه کوتاه میگیریم دوستان عزیز، بعد از او با ادامه بحث با شما خواهیم بود. بحث امروز ما سلامت و بهداشت روان در روزه داری است. السلام علیک یا مولاتی یا خدیجه الکبرى، سرمایه ات خرج مسلمانی ما شد، حق مسلمانی ما با تو ادا شد. دستت کلید قفل‌های بسته بوده، پیغمبر از دستان تو حاجت روا شد. اسلام بی تو بی گمان در شیب می مرد، دین خدا با همتت دین خدا شد. تو اجر زحمت‌های احمد بودی، اما مزد تو بانو حضرت خیر النسا شد. مادر بزرگی مثل تو دارد جز این نیست، زینب اگر آیینه زهرانما شد. ای داغ تو بر سینه خاتم نشسته، ای داغ تو بر سینه خاتم نشسته، بی تو درون قلب زهرا غم نشسته. در عفتت مریم کنیز صبح و شامت، آسیه خدمت می کند، هاجر سلامت. مال و منال و حسیت شد خرج اسلام، احمد به حیرت مانده در نوع مرامت. زهرا فقط در دامن تو رشد کرده، ای مادر زهرا همین بس در مقامت. طرز جهاد تو زبان زد مانده بانو، خلق خدا ماندن در نوع قیامت. حق است اگر در رتبت عمری بگوییم، دین خدا یک جا سند خورده بنامد. با این که بر عرش خدایت پا نهادی، رفتی و داغی بر دل زهرا نهادی. صلی الله علیک یا مولاتی یا خدیجه الکبرى. با ادامه برنامه روشنا خوش آمدین دوستان عزیز. با موضوع سلامت بهداشت و روان در روزداری با شما هستیم. خانم حسینی گفتین که عزت نفس یکی از عوامل مهم داشتن سلامت روان در روزداری است. بله. ادامه بحث رو میخواییم بشنویم از شما. میخواستیم تعریف عزت نفس رو داشته باشیم، یعنی خود ارزشمندی، باور داشتن خود، احترام گذاشتن به خود. و این ارزشمندی عزت نفس در ماه رمضان بر انسان وارد میشه و انسان به این ارزشمندی خود پی میبره و این بسیار ارزشمند میشه. خود انسان وقتی روزه میگیره، یکی از ویژگی های مثبتش ایست که ارتباط با خالق یکتا دارد. یعنی انسان خودش رها میکنه از وابستگی های دنیوی. گاهی ما دلبستگی های خیلی افراطی داریم به افراد، به زندگی، به مادیات. بله. و در ماه رمضان
این ویژگی ها کمی کم رنگ تر میشه و اگر من به او خود باوری و عزت نفس برسوم میتونم یک پل ارتباطی مثبت با خالق خود داشته باشم. توکل ما بیشتر میشه، اراده ما بیشتر میشه، اثرات مثبت روز است، شخصیت و ویژگی استقلال ما بیشتر میشه. ما با او وجود ارزشمند خود پی میبرم که در این ماه مبارک رمضان یک ماه تمرین خودباوری دارم، تمرین عزت نفس دارم، تمرین اعتماد به نفس دارم، تمرین ای که من هم ارزشمند هستم که خداوند یک پول ارتباطی عمیق برای من ایجاد کرده. خب روز نیازها، تلاوت قرآن کریم، دعاها، شرکت در محافل مذهبی، همه اینها باعث میشه که بهداشت روان ما تضمین شوه. بله. و من پا در یک جای میذارم که احساس آرامش و امنیت میکنم. همیشه ارتباط با خداوند در هر دین و آیین و مذهبی یک ارتباط مؤثر است، یک ارتباطی است که من آرامش به دست میارم. وقتی من آرامش خاطر داشته باشم خیلی از استراب های من کم میشه، استرس های من کم میشه، وابستگی و تعلقات دنیوی من کم میشه و ای که امید من بالا میره. یک از ویژگی های مثبت عزت نفس امید داشتن است. وقتی من امید به خالق خود داشته باشم از امید به انسان ها دست برمیدارم. گاهی اگر من غیر از خالق خود یک وابستگی دیگه داشته باشم، یک امید دیگه داشته باشم، ممکنه من ناامید شوم، ممکنه خارج از توان افراد باشه که نیازهای مرا برآورده بکنه، اما خالق مهربان من در هر شرایط و در هر حالی اگر من امید داشته باشم میتونه تمام خواسته های مرا اجابت بکنه. و این پل ارتباطی عمیق باعث میشه که بهداشت روان داشته باشم. اگر ما بهداشت روان داشته باشم گفتیم یکی از اثرات مثبتش ایست که دیگه من استراب ندارم، دیگه من تشویش برای زندگی ندارم، در حال زندگی میکنم. من یک ماه تمرین خودسازی دارم، یک ماه تمرین عزت نفس دارم، یک ماه تمرین پرهیز از بدی ها دارم. چرا؟ چون که جزء فرایض و آیینی ماه مبارک رمضان است که برای من هشدار میده، برای من خط قرمز تعیین میکنه و میگه خب نباید تهمت بزنی، نباید ناسزا بگی، نباید این کارهای منفی را انجام بدی. چرا؟ چون که روزه تو باطل میشه. گاهی میگیم که یک هشداری انگار درون ماست، یک چیزی مرا نهیب میزنه و من هشدار روزانه میده. اگر من بر اثر عادت انسان هستیم، یک سری اخلاقیات منفی داریم، میخوایم با زبان روزه انجام بدیم، میگه تو روزه هستی، اگر این کار انجام بدی روزه تو باطل میشه. من پس همزمان که من گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنم میتونم، زبان من روزه است، چشم من روزه است، پای من روزه است، من میگم ذهن من روزه است. یک خود کنترلی آگاهانه است. ماله. من میدونم که چه مزایایی داره، چه فوایدی داره و چه معایبی داره. کنترل میکنم در اخلاق، در رفتار، در شیوه زندگی، حتی کنترل خشم. ماله. شاید کنترل خشم، خیلی خشم در زندگی ما بسیار زیاد باشه، ما بسیار پرخاشگر باشیم، تندخو باشیم، اما در ماه رمضان سعی میکنیم که این اخلاقیات کمرنگ تر بکنیم و حتی انجام نتیم. بله. چرا؟ برای این باور هستیم که خب اگر من خیلی عصبانی شوم، خیلی خشم داشته باشم، ممکن آسیب بزنم. گاهی آسیب به خود میزنم، گاهی آسیب به دیگران میزنم. یک این کنترل خشم در ماه مبارک رمضان تحقیق برش انجام شده در کشورهای اسلامی. در طول یک سال یک ماه آثار جرم جنایت بسیار کاهش پیدا کرده. بله. آثار زندانی ها کمتر شده، جرائم و آسیب های اجتماعی کمرنگ تر بشده و گاهی بسیار درصد پایین آمدن. بررسی کردن دیدن در ماه رمضان افراد با روزه گرفتن بری باور هستن که من نباید این کار را انجام بدم. بله. گاهی یک ماه تمرین باعث میشه که من با خودسازی عمیق برسم و در طول زندگی خود
از آسیب ها جلوگیری داشته باشم. هر سال که مداومت داشته باشم، من میگم اون میشه تمرین، اون میشه یک عادت مثبت، درسته؟ اون میشه که من به اون سلامت روان دست پیدا کنم. همه گفتیم سازگاری با محیط و این که یک از اثرات بسیار مثبت ماه رمضان همدلی و مهربانی است، یک صفت و ویژگی انسانی بسیار خوب است. در ماه مبارک رمضان به همدلی میرسم، به کمک میرسم، حتی این اعمال خوبی که مسلمانان انجام میدن، افطاری دادن، اطعام دادن، حتی پیامبر سلام الله فرمودن به یک دانه خرما که میخوایی این کار را انجام بده. خب ببین ده ای یک ماه من به این باور هستم که خب فقر در جامعه هست، انسان های گرسنه و تشنه زیاد است و ای که او درک هم پیدا میکنم، من شرایط سخت میپذیرم، برای خود 10 ساعت، 18 ساعت و 16 ساعت گرسنگی و تشنگی میدم، چرا که بتانم انسان همنوع خود در نقطه از جهان درک بکنم که او هم این شرایط داره. اگر من به درک برسم میتونم اقتصادی در فکر بکنم، میتونم باز به او کمک و مدد فکر بکنم و یک هزینه ای را، یک فکری تازه و جدید ایجاد بکنم، چرقم به گرسنگان کمک و یاری برسانم. من میگم ماه رمضان یک خلاقیت برای من ایجاد میکنه، یک فکر نو، همون که ذهن مرا میسازه، افکار جدید و مثبت هم در زندگی من میاره و چقدر قشنگ میشه که این افکار، این فکرها به یک نتیجه عملی برسه، به یک فراخوانی که حتی گفتیم او خلاقیت. من میتونم خب یک طرح بریزم، یک پروژه بین اقوام خود، بین نزدیکان و دوستان خود، همین طرح اطعام دادن، همین سفره های افطار پهن کردن، حتی پیشنهادی که دم آبر و خیابان ها نزدیک از آن من میتونم افطاری با هزینه بسیار کم، با حفظ عزت کرامت انسانی، من این عمل نیک انجام بدم. این میشه یک شیوه زندگی، یک شیوه همدلی، یک شیوه همکاری در یک جامعه سالم، همراه با حفظ کرامت انسانی، همراه با همون عزت نفس و ارزشمندی که من برای خود دارم، برای دیگران هم قائل میشم و این از مزایای ماه مبارک رمضان است. و این که شب زنده داری، اکثریت خب این ماه مبارک رمضان شب زنده داری میکنن، به روز و نیاز میپردازن، به خالق خود گفتگو میکنن و این باز به سلامت روان انسان چقدر مؤثر و چقدر کمک میکنه. و این باعث میشه حتی در قرآن کریم ما روایت داریم که اگر علم داشتید و میدانستید که ماه رمضان برای شما خیر است، اما رقم که در فرهنگ اصیل جامعه ماست که میگه خب ماه روزه آمد، ماه خیر و برکت است. واقعا ماه خیر و برکت است. خیر و برکتش جدا از این که ما فکر بکنیم که ویژگی های مثبتی برای زندگی مداره، روزیش هم زیاد است، خیر و برکتش هم زیاد است، مهربانیش هم زیاد است. پس این ماه یک ماه بسیار مهم در زندگی ماست، یک ماهی است که از لحاظ شخصی مرا میسازه، اراده مرا قوی میکنه. این داشتن اراده خودش گاهی یک کارگاه و مهارت زندگی لازم داره که ما برای افراد آموزش بدیم که چگونه اراده خود قوی بکنه. در این یک ماه این کلاس و دانشگاهی است که خدا رایگان در اختیار من قرار داده، من باید او را فرا بگیرم، با همون مقاومت کردن، با همون صبر کردن، با همون که من تشنگی و گرسنگی را تحمل بکنم، به یک اراده قوی و آهنین میرسم و این اراده قوی باعث میشه که من به طرف جرم جنایت رو نیارم، مقاومت بکنم. حتی گاهی شاید جزئی این باشه که از یک جنایتکار پرسش بکنه، بگه که خب این شیوه کار من بوده، این شیوه زندگی من بوده، خب گاهی درآمدش از این طریق بوده، ولی خود این ما اگر روزه بگیره و فواید روزه پی ببره و او بهداشت روان برسه، خب این مقاومت میکنه. بله درست. او این اراده اینجا نقش خودش نشان میده.
خانم حسینی اشاره کردین به یک نوع خیشتنداری آگاهانه که میتونه که اثرگذار باشه روی هر کس، یک فرد روزدار و ای که دوری از گناهان و حالا هر جرایمی که شما اشاره کرده. یک سوال برای من پیش آمد، سوال اگر که بعد از میان برنامه البته جواب بدین، من سوال طرح میکنم تا شما بینندگان عزیز هم راجع به سوال فکر کنین و ای که آیا پاسخ برای این سوال خواهید داشت یا خیر، بعد از با صحبت های خانم حسینی تطبیق میدیم. ای که بعضی از افراد در ایام روزداری در روزه یک حالت عصبی یا همین خشمگین میگیرن، به خصوص در مواقعی که حالا برشان همون گرسنگی فشار میاره، بله، و احساس میکنن که خب نمیتونن که همون کنترل خشم داشته باشن. هیچی عواملی باعث میشه که این موضوع ایجاد بشه در یک فرد، در وجود خود احساس بکنه که باید خشمگین بشه و این خشم خود تبارز بده نسبت به افراد دیگه؟ بعد از میان برنامه به این سوال پاسخ خواهیم داد و همراهی شما قوت قلب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب دوستان عالی قدر، شما بیننده برنامه روشنا هستین از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست، منتظر پیشنهادها و نظرات شما در ارتباط با برنامه هستیم. اما خانم حسینی گفتیم که کنترل خشم و خویشتنداری آگاهانه چطور میتونیم که همیشه در خود داشته باشیم، به خصوص در ایام روزداری. اشاره کردم پیشتر که ما در بعضی از خانواده ها داریم که یکی از اعضای خانواده و حالا به خصوص مرد خانواده به نظر به ای که حالا بیشتر در جامعه هست و یک سری برخوردهای بیشتری را با افراد مختلف داره نسبت به کسایی که در خانه هستن، افرادی که در خانه هستن و بیرون زیاد نمیرن، و حتی کار به جایی میرسه که گاهی اوقات مادر خانواده بر بچه ها توصیه میکنه که آرام باشین که پدرتان روزه داره، بله. یا مثلا سمتش نرین یا کار نکنین که روی اعصاب او باشه و یا که خشمگین شود. چی عواملی باعث میشه که یک نفر در روزداری نتونه خشم خود کنترل کنه یا همو خویشتنداری آگاهانه را داشته باشه؟ خب
خب این سوال که کردین یک امر بسیار طبیعی است. بله. خود جسم، خود ذهن، خب وقتی گرسنه میشه، وقتی تشنه میشه، خود جسم و ذهن واکنش نشان میده و یک امر بسیار طبیعی است. به خاطر همین وقتی ما میگیم که ماه مبارک رمضان تمرین تزکیه و خودسازی است، ایست که ما به این باور برسیم، یک باور مذهبی است، به این دلیل است که بدن ما خودکار واکنش در مقابل گرسنگی و تشنگی نشان میده. اگر بله. غیر از این باشه غیر طبیعی است. ما 18 ساعت ممکنه بیشتر یا کمتر روزه دار باشیم و هیچ نوع برخورد فیزیکی و ذهنی و رفتاری نداشته باشیم. طبیعی است ما دارم. چرا؟ چون جسم ما نیاز به تغذیه داره. خب ما در تغذیه روح خود اگر رسیدگی کامل کرده باشم و اگر روزه ما روزه واقعی باشه، اگر روزه واقعی باشه، ما به خویشتنداری، ما به تزکیه نفس، ما به خودسازی و باور عمیق مذهبی خود پی میبرم. بله. اگر غیر از این باشه و صرفا این باشه که یک وظیفه است، هر رقم باشه، در هر شرایطی ما باید این وظیفه را به طور اجبار انجام بتم. ما اولاد خانه هستم، ما یک مسلمان زاده هستم، دین ما سفارش کرده، در صورتی که ما هیچ باوری شاید قلبی نداشته باشیم، هیچ شناختی من میگم نداشته باشیم، من میگم هیچ علمی در مورد فواید روزه گرفتن نداشته باشیم و صرفا میگم یک فریضه دینی است، اگر انجام بدم ثواب کردم، اگر انجام ندم دوچار عصیان و گناه میشم. ما در این قسمتش که دوچار عصیان و گناه میشم هیچ کاری ندارم و این میگم که خب پس این یک اجبار است. من با باور قلبی نرسیدم و من فقط تمرین گرسنگی و تشنگی دارم. بله. تمرین شخصیتی برای من وجود نیامده. پس روزه من روزه واقعی نیست. روزه واقعی روزه است که من به این باور برسم که من گرسنه هستم، من تشنه هستم، بدن من واکنش نشون میده و این منجر به یک سری رفتار میشه. پرخاشگر میشم، عصبی میشم، تندخوی میشم، سخت میگیرم. خب کنترلش باید بکنم. طبیعی است. مهم همو کنترل است. همو کنترل است که اگر من به این باور برسم، به خودسازی برسم، به او کسب مهارت و کنترل برسم، میفهمم که بدن من این ویژگی و نیاز داره و واکنش نشون میده. من مقاومت میکنم. همو اراده که عرض کردم، خب اگر اراده من قوی شوه، اگر باور من عمیق باشه، خب من به قول ما میگیم یک نفس عمیق میکشم، یک تنفس اکسیژنی انجام میدم، خب صبر میکنم. صبر، این صبر خیلی مهم است که من بر مسائل صبر میکنم، بر گرسنگی صبر میکنم، بر اینکه او رفتاری رو که به من شخصیتی آسیب میزنه و باعث آزار و رنجش دیگران میشه، من کنترلش میکنم. بله. گاهی گفتین نیاز به استراحت هست. خب طبیعی است، بدن من نیاز به استراحت داره. وقتی من در کانون خانواده هستم، این همدلی، همکاری را که عرض کردم جز ویژگی های ماه رمضان است. همه ما، اولادای ما، خانم خانه، آقای خانه، همه اینها به این باور میرسه که خب پدران کار میکنن، مادران متقابلا در خانه کار میکنن، همه اینها نیاز به استراحت دارد. خب جسم ما هم نیاز به استراحت داره. باید با همکاری هم او فضای آرام ایجاد بکنیم که در طول روزی که من روزدار هستم، او آرامش و سکوت و امنیت در منزل من باشه. بله. که من به استراحت جسمی خود برسم. وقتی به استراحت جسمی خود رسیدم، خب آرامش خودش به وجود میاد. بله. او تسکین من بر گرسنگی خودش به وجود میاد. پس این آرامش جز لزوم یه زندگی است که با همکاری و همدلی هم ما میتونیم کانون خانواده رو گرمتر بکنیم، به هم احترام بذاریم. احترام گذاشتن بسیار خوب است. ممکن است در اعضای خانواده یک نفر بیماری جسمی، یک مورد خاصی داشته باشه که قادر نباشه روزه بگیره. ما به احترام او و او به احترام ماه رمضان این شرایط آرامش برای منزل فراهم میکنه. حتی در جامعه، ما در جامعه بسیار از افراد داریم که شاید شرایط روزه گرفتن برایشون نباشه، ولی او حرمت ماه رمضان نگه میداره. او احترام به فرد روزه دار انجام میده و ای از مزایای خوب ماه رمضان است. ای که در کنار هم
یک سفره پهن میشه. این میشه همو همدلی، این میشه همو محبت بین انسان ها. شاید در روزهای عادی و ماهای عادی هر کدام از اعضای خانواده من میگم در کار مصروف باشه و یک زمان مشترکی در کنار هم نباشه، اما از ویژگی های خوب ماه رمضان او اشتراک خانوادگی است. موقع افطار یک سفره پهن میشه، امکان نداره که موقع افطاری و سحری هر کسی برای خود یک سفره پهن بکنه. هر کسی هر زمانی نظم، خود نظم در زندگی و در فکر فرد به وجود میاد. یک سفره انداخته میشه، همکاری میشه. خب در یک خانواده اگر 10 نفر 6 نفر زندگی میکنه، خب این رقم نیست که 5 نفر سر سفره بشینه یک نفر بیاره. هر کدامشان، مرد و زن، همه اولادها، دختر و پسرها، هر کدومشان قبل از اینکه افطار شوه سفره خود پهن میکنه به او ذوقی که افطاری میخوای از آن بده. این میشه او حس مشارکت، حس همدلی، من میگم ذوق و نشاط. خود ماه رمضان باعث نشاط معنوی میشه و باعث میشه که از افسردگی جلوگیری بکنه. خب الان افسردگی در جامعه امروزی بسیار رواج است، همو تشویش، همو نگرانی، همو استراب، همو که در حسرت گذشته زندگی میکنیم، همو که از آینده بیمناک هستیم، همی که در حال زندگی نمیکنیم، این باعث استراب و افسردگی و اختلال های روح روانی میشه. بله. و یکیش افسردگی است. ولی ماه رمضان باز هم بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن دیدن انسان ها چقدر خوب با اینکه گرسنه و تشنه هستن نشاط معنوی دارن. بله. گاهی شاید ای را شنیده باشیم، مثل عامیانه باشه که میگه چقدر چهره تو نورانی شده. و واقعا من میگم اون نور معنویت منظور همون شادی است. شاید روشنی چهره نباشه، اما او یک نور معنوی بر رفتار من ایجاد میکنم. یک آرامش درونی که ایجاد درونی میشه. داره که همی که ما مراقب اعمال خود هستیم. بله. همی که من چشم من باید روزه داشته باشه، دهن ما روزه داشته باشه، فکر ما روزه داشته باشه، دست ما روزه داشته باشه، پاهای ما روزه داشته باشه و هر کدام در یک ویژگی امن قرار میگیره، این میشه خودسازی، این میشه روزه واقعی. اگر روزه واقعی باشه من میگم خستگی نداره، ناامیدی نداره، بدخویی نداره، تندخویی نداره، اضطراب و تشویش نداره و امید داره. دقیقاً. بله، ممنون. و شادی داره. سپاس خانم حسینی. پس با توجه به صحبت‌های شما، ما روزداری را نمیتونیم یک توجیه بدانیم برای خشمگین بودن، عصبانیت، بلکه این خشم و عصبانیت طبق گفته شما یکی از آثار روزداری است که طبیعی هم هست اتفاقاً. و آنچه که مهم است این است که من به عنوان یک شخص روزدار و مسلمان چطور میتونم مغلوب کنم این خشم و این عصبانیت را که از آثار طبیعی روزه داریست. این مهم است که میتونه یک تمرین بسیار مهم در امر خودسازی باشه. سپاسگزاریم از شما. عوامل مؤثر بر سلامت روان بر ما میگین؟ بله، یکیش گفتیم عزت نفس بود. یکیش ای بود که من باور به باورهای مذهبی خود داشته باشم. من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان که یک سری دستورات مثل این میمانه که من میگم در خانواده یک سری قوانینی والدین تنظیم میکنه و به اولادای خود میگه که شما موظف هستین به رعایت کردن این قوانین. خب بله. دین مقدس اسلام هم یک سری قوانین و فرایض و مناسک برای من توصیه کردن که اگر من باور داشته باشم که همه اینها با توجه به این که به شناخت رسیده باشم، به باور رسیده باشم و به ای که بگیم هیچ اجباری نیست، به ای که به فواید و فکر بکنم، مثل روزه، مثل نماز، مثل حج رفتن، مثل قرآن خواندن، تمام اینها رو وقتی بررسی میکنیم نکته نکتش آثار مثبت برای زندگی ما به وجود میاره. مثل تلاوت قرآن که در ماه رمضان است، خب من با یک کلام الهی آشنا میشم، با یک کلام الهی ارتباط برقرار میکنیم که وقتی اگر من مسلمان واقعی باشم، غیر از خواندن قرآن که برای من مفید هست،
تدبر بکنم، تفکر بکنم در معانی قرآن. اگر ما قرآن را در زندگی سلاحه خود قرار بدیم، نیاز به هیچ چی نداریم. حتی در کشورهای پیشرفته جهان از کتابهای دینی مسلمانان در آیین کشورداری و سیاستشون بهره میبرن. پس با یک کلام ویژه داریم، یک کلام الهی که نکته های زندگی را برای ما دستورش داده. اگر ما باور به ای اعتقادات خود و آیین خود داشته باشیم، به خودسازی میرسیم که این خودسازی همون چی میشه؟ یک از راهاش سلامت روان میشه و ای که امید، توکل، اراده و ای که ما از استراب خود کم میکنم، از تشویش خود کم میکنم. خود استراب، تشویش و نگرانی و افسردگی یعنی ای که من عدم سلامت روان دارم. اگر دقیقه دیگر وقت دارم خانم، من به سلامت روان با توجه به فرائض دینی خود و فرائض الهی خود اگر پایبند باشم، من به سلامت روان میرسم و ماه مبارک رمضان، خود تلاوت قرآن، خود نماز خواندن باعث میشه که ما سلامت روان داشته باشیم. طبق تحقیقی که انجام دادن، مسلمانان بیشترین سلامت روان و نشاط معنوی رو دارن و مذهبیون، کسان که اهل کتاب هستن، اهل دین و یک تاپرسی هستن، همه اینها بسیار اکثرا از افراد بقیه جامعه دچار سلامت روان، آرامش، فکر کردن در رفتار، کنترل خشم، استراب و امید هستن و ای از فواید ماه رمضان است. سپاسگزاریم از شما و همچنین از حضور ارزشمند شما. نهایت سپاس و امتنان داریم خانم حسینی عزیز. به عنوان صحبت پایانی، اگر در حد یکی دو جمله بخواهید صحبت کنید، بفرمایید. اینو می‌خواستم عرض بکنم که اگر روزی مواقعی باشه، ما به عزت نفس، اعتماد به نفس، اراده، توکل و امید به خالق خود میرسم، چرا که خالق ما کارگشاست، خالق ما امید ما است، خالق ما زندگی، شخصیت و آینده ما را میسازه. پس اگر ما به این باور برسم و پایبند به اصول اخلاقی و معنوی، دینی و مذهبی خود باشم، میتونم به سلامت روان برسم و وقتی من به سلامت روان برسم، جامعه ما یک جامعه سالم است، یک جامعه امن است، یک جامعه که امید برش زیاد است، نشاطش زیاد است، آسیب ها و جرائم اجتماعیش بسیار کم است و افراد دچار اختلالات روحی و روانی کمتر میشن. ممنون و سپاس از شما و همچنین از همراهی تک تک شما بینندگان عالی قدر ممنون و سپاسگزار هستیم. ما را در لاولای نجواهای دلانگیزتان با خداوند، به خصوص موقع افطار، از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا. شب و روزتان خوش. خدا یار و نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.